چرا ما سوار بر اسب سفید خیال بافی ها چارنل به طرف ناکجا آبادی در حال تاختیم که هر روز بیشتر فاصله نجومی بانچ حقیقت فاجعه ایران سوز دارد پیدا می کنیم؟ چرا با خودفریبی ها عدم دانش مرد نیاز در رویارویی با حقیقت مدام مشغول ساختن ابزاری هستیم که دارو و حلال هیچ مشکلی نیستن؟ این چراها را میتوان با رج زدن تا بی نهایت ادامه داد. اما درمان درد من، درد شما، درد ایران و مردمش در این خیال بافی های احزاب و دسته ها و گروه سازی های بی مقدار و بی مصرف نیست. به دنبال حل مشکل و نجات ایران در ساختن سازمان‌های سیاسی گوناگون بودن، به دنبال شعار هماندیشی با غیر هماندیش رفتن، قانون اساسی نوشتن، به مسائل دوران گذار پرداختن، نوع و شکل حکومت پیشنهادی کردن، تعلیم دموکراسی دادن، غوطه خوردن و غرق شدن در ناکجا آباد نافرمانی‌های مدنی و مشابه آن باید ما را به این نتیجه برساند که اینها راه چاره ساز نیست. چشمان خود را مالش دهیم و از خواب 1440 ساله به درآییم. ایران بر اساس قوانین اسلامی، بر اساس شریعت اسلام، بر اساس داده‌های قرآن، بر اساس رفتار و کردار محمد و بازماندگانش و بر اساس رفتار و کردار بازماندگان عرب در ایران یک غنیمت جنگی برای این اهریمنان. غارت ایران، چپاول، کشتار، فروش ایران، برده و کنیز کردن زن و مرد ایرانی تحت عنوان امت، ترویج بیناموسی، دزدی، دروغ و تمامی آنچه بان اشاره شد و نشده است حاصل خواسته های شریعت و داده های اسلامی در اجرای قوانین غنایم جنگی است. کدام ایرانی و کدام گروه سیاسی را سراغ دارید که به جای درک این حقیقت، یعنی برنامه فروپاشی این کاخ ستم و واژگون کردن حکومت دشمن ایران و ایرانی، حرکتش به جز حرف های دهان پرکن و مشتی فلسفه بازفی و مطالب دیگری داشته باشید؟ چرا خود آزاری و مردم آزاری می کنید؟ چرا خود و مردم ایران را به بازی گرفته اید؟ از کدام قوانین بشری و از کدام قوانین حقوق بشر و منشور ملل متحد برای رهایی زندانی به وسط ایران طلب کمک میکنیم؟ رفقا، ایران برای دشمنان ما غنیمتی است جنگی. مگر فراموش کرده ای که در برابر سوال خبرنگاری که چه نوع حکومتی را برای آینده ایران در نظر دارید، بی وطن ایران فروش مهدی بازرگان گفت حکومت دوران علی؟ و مگر آنچه شاهدیم چرا نمیخواهیم قبول کنیم که این فجایعی که روزانه در ایران اجرا میشود نتیجه ای از دکترین اسلام و فلسفه کشتار و غارت و استفاده از استراتژی 14 سده اعراب بیابانگرد در مورد سرزمین های اشغالیشان با استفاده از داده های شریعت و قوانین اسلامی در زمینه غنایم جنگی است؟ 40 سال پس از پیروزی دوباره کشورمان توسط بازماندگان و نوادگان عرب، هنوز در برابر این سوال که چرا ما از درک واقعیت‌ها عاجزیم در گل مانده ایم. اگر هنوز از من راه چاره طلب می‌کنید، اگر راه را تا به حال تشخیص ندادید، پس بر این ملت منت بگذارید و دست از این همه وقت کشی بکشید. زیرا گروه ره گم کرده ای بیش نیستید و این ره که تا به حال پیموده اید به ترکستان است. آن را درک نکرده اید
و به این گمراه روزانه ادامه می دهید. شما یکایک متهمید که یک موقعیتی استثنایی را به باد فنا دادید. شما یکایک متهمید که 2 سال پر از امید را با خاک یکسان کردید. 2 سال منم کردید و سوار بر یابوی خیالاتتان مسخره جمهوری اسلامی شدید. آخر تا به کی؟ آیا کافی نیست؟